امضای 20 توافقنامه همکاری های دو جانبه میان افغانستان و ازبکستان. رئیس جمهور غنی برای جمهور ازبکستان امروز 20 قرارداد همکاری های دو جانبه را در عرصه امنیت، ترانزیت زمینی و هوایی، اقتصاد، تجارت، تحصیلات، انرژی، زراعت و مساعدت های حقوقی میان دو کشور به امضا رساندند. افغانستان برای اولین بار موفق خواهد شد تا از طریق خط آهن با عبور از کشورهای قزاقستان و ازبکستان به چین وصل شود. با توجه به حرکت های اقتصادی افغانستان در سطح منطقه، آیا حکومت وحدت ملی خواهد توانست مشکلات امنیتی و رقابت های منفی کشورهای همسایه را در قضیه افغانستان از طریق مانورهای اقتصادی مدیریت بکند؟ سلام، با برنامه بازنگاه خوش آمدید. من امین بابک هستم و مهمانان ما آقایان محمد شبیر بشیری، آگاه امور اقتصادی، آقای سیام پسلی، سخنگوی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان و همچنین آقای زیای دانش، کارشناس معاونیت ارتباطات استراتژیک دفتر رسانه‌های ریاست جمهوری. بسیار خوش آمدید مهمان عزیز. آقای دانش، در مورد این 20 توافقنامه‌ای که میان رئیس جمهور افغانستان و رئیس جمهور ازبکستان امضا شد امروز، در کدام بخش است مشخص؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم به بینندگان عزیز و سلام مجدد بر دو مهمان خوب شما، به خود شما، همکاران بخش تکنیکی شما. چون 20 موافقت نامه است، به خاطر حافظه یادم کار نمیکنه، من لیستش براتون میگم. همونطور کلیاتش هم رقمی که شما اشاره کردین، بخش های ترانزیت، تجارت، مسائل اقتصادی، مسائل انرژی، رابط بین اتاقای دو طرف هست، در همکاری ها در بخش ترانزیت، در بخش خط آهن است، خدمات هوایی است، در بخش تحصیلات عالی است، در بخش مسائل امنیتی است، کمیسیون مشترک مسائل امنیتی و اسناد دیگه در بخش های دیگه امضا میشن. کلیات اسناد، توافقنامه ها و تفاهمنامه های 20 گانه ای که بین مقامات مرتبط هر دو کشور امضا شد، در بخش های سیاسی، در بخش اقتصادی، در بخش امنیتی و در بخش تجارت و ترانزیت مسائلی است که باعث توسعه این مسائل خواهد شد و در واقع روابط هر دو کشور بیش از پیش گسترش خواهد داد و تحکیم خواهد کرد. همونطور که شما هم به خوبی اشاره کردین، اتفاقنامه ها و توافقنامه ها و اسناد همکاری دو جانبه زمینه گشایش یک فصل جدید و متفاوت در روابط هر دو کشور افغانستان و ازبکستان رونق خواهد زد و از طرف دیگر سر آغاز یک تحول سیاسی در منطقه ما خواهد بود و در روابط افغانستان با آسیای مرکزی، در روابط ازبکستان با کشورهای جنوب آسیا و آسیای مرکزی و یک روزنه جدیدی برای رشد اقتصادی افغانستان، برای همکاری های مشترک افغانستان با کشورهای همسایه خودش خواهد. اما فکر میکنید که این توافقات زودرس باشه و تاثیراتش در کوتاه مدت روی پروسه های سیاسی هم ملموس باشه؟ شما حتما جریان امضای موافقت نامه ها و صحبت هر دو رئیس جمهور دیدین. بعضی از اسناد است که در کوتاه مدت نتیجه میتن، از جمله انتقال پروژه 500 ولتی برق از ازبکستان به افغانستان هست و بعضی هایشان قراردادهای میان مدت هست و بعضی قراردادهای طولانی مدت هست. در واقع کدام قراردادها کوتاه مدت و میان مدت و دراز مدت است؟ بفرمایید. قراردادهای ترانزیتی که افغانستان با جانب ازبکستان امضا میکنه قراردادهای در واقع کوتاه مدت است. افغانستان از طریق خطوط آهن به زودی با کشور ازبکستان هرچند وصل است، با در واقع از طریق ازبکستان میتونه به قزاقستان، روسیه و چین محموله های تجارتی خودش را صادر بکنند. در بخش های تحصیلات عالی هم اونا تجربیات بسیار خوب داره، به زودی تجربیات با افغانستان شریک میکنند. در بخش بازرسی های مرزی بین هر دو کشور اینا توافقات کوتاه مدت هست. در بخش مبارزه با چالش ها از جمله مواد مخدر اینا توافق های کوتاه مدت هست که به زودی ان شاء الله ما نتیجه عملیش خواهد دیدیم. و از جمله روابط و تجارت، روابط اقتصادی بین هر دو کشور است که قرار شده بعد تا سال آینده روابط اقتصادی هر دو کشور به میزان 1 میلیارد دلار ان شاء الله خواهد رسید. سپاس. آقای بشیری، شما به این باور هستین که اقداماتی را که حکومت افغانستان در بخش مانورهای اقتصادی که در سطح منطقه انجام میده بتونه یک بخش قضیه مشکل افغانستان را مدیریت بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ادب خدمت شما مهمانان معزز حاضر در بحث، همکاران تکنیکی ما، بیننده های بسیار خوب تلویزیون خورشید و مردم عزیز ما. بله، بدون شک تحرکات و عملکردهای فرامرزی به ویژه قرار گرفتن در نقاط که منافع مشترک منطقوی را میتونه از آدرس از اون نقاط مطرح بسازه، افغانستان از منزوی بودن اقتصادی بیرون میکنه، از بسته بودن و وابسته بودن به یک نقطه ترانزیتی بیرون میکنه و در ضمن امیدوار هستیم که در آینده هم بالای
بنیه های داخل اقتصادی افغانستان هم تاثیر به سزای خود بگذاره و یک مقدار تولید در داخل افغانستان ایجاد شوه. این بحثی بود که یعنی در کل میشه که به عنوان بود خوشبینی ازی او را مطرح کنیم. خوشبختانه در بحث امروز نماینده حکومت هم حضور داره، نماینده سکتور خصوصی هم حضور داره و بیش از این که من میخوایم در مورد مزیت هایی که در 20 توافقنامه که ماشاءالله بسیار تعدادش هم زیاد است با ازبکستان صحبت کنم، اول میخوایم که اقتصاد ازبکستان را تعریف کنم که ازبکستان چگونه یک اقتصاد داره، چگونه یک کشور است و در کدام سکتور مزیت داره. اقتصاد ازبکستان یک اقتصاد متمرکز بسته و یک اقتصاد بسیار کنترل شده تا قبل از وفات آقای اسلام کریموف هم به می شکل باقی ماند و بعد از وفات آقای اسلام کریموف که آقای میرزیایوف به قدرت رسیدن یک مقدار ریفورم در سکتور اقتصاد روی دست گرفتن و یک مقدار خواستن که اقتصاد ازبکستان به طرف اوپن شدن و باز شدن سوق بدن که هنوز هم به اندازه‌ای که در کشورهای جنوب آسیا اقتصاد و در افغانستان اقتصاد اوپن و باز است، در آسیای مرکزی باوجه در ازبکستان نیست. مشابهت‌های ما با کشور ازبکستان یک مشابهت بسیار عمده و بارز مایی هستند که هر دو مهاد به خشکه هستیم. هم کشور ما مهاد به خشکه است و هم ازبکستان مهاد به خشکه است. ما در جنوب آسیا موقعیت استراتژیک داریم به منظور وصل جنوب آسیا با آسیای مرکزی و ازبکستان در آسیای مرکزی موقعیت استراتژیک داره به منظور وصل آسیای مرکزی به جنوب آسیا از طریق افغانستان. در ضمن مشترکات آبی با ترکمنستان داریم، ببخشید با ازبکستان داریم و بیشترین اقتصاد ازبکستان مانند کشورهای خلیجی و کشورهای عربی یک اقتصاد گازی، اقتصاد نفتی داره و در پهلوی از او یک خوبی بسیار بالایی که در سطح جهان ازبکستان داره، پنجمین صادر کننده پنبه در سطح جهان و هفتمین تولید کننده پنبه است. خب یکی از کلانترین چالش های حکومت افغانستان و مردم افغانستان بس وابسته بودن افغانستان به برخی از کشورهای مشخص به ویژه پاکستان بود که پس از شکلگیری حکومت وحدت ملی ظاهرا قسم معلوم میشه که حکومت وحدت ملی اینجا راههای بدیل را پیدا کرده و همکاری های منطقه‌ای هم افزایش داده. فکر میکنید که اقدامات را که حکومت افغانستان در بحث اقتصاد در سطح منطقه به تازگی ها انجام میده بتونه که ما را از یک بخشی از مشکلاتی که برمیگرده و وابستگی به برخی از کشورهای همسایه رهایی بده؟ ببینین وابستگی اقتصادی افغانستان راههای بدیل جستجو کردن راه حل از اون نیست. وابستگی اقتصادی افغانستان از ضعف درونی منشأ میگیره، از ضعف درونی بنیه شده و سکتوری که وابستگی اقتصادی را کاهش میده او سکتور بالایش هنوز نه سرمایه گذاری استراتژیک صورت گرفته و نه او سکتور تقویت شده. اگر شما به طور یک بارگی به شکل 180 درجه یک رای ترانزیتی بدیل دیگر مثلا چابهار یا رای ترانزیتی یا دلیز ترانزیتی که با ازبکستان ایجاد میشه او را انتخاب کنین، هنوز هم وابستگی اقتصادی به این معنی نیست که کاهش پیدا کنه. یعنی ما از یک دلیز بایکات میکنیم به یک دلیز دیگه واردات میکنیم. اگر منظور از واردات باشه خو بدیل گرایی و بدیل جویی راه حل نیستن. ولی در بحث حکومت افغانستان یه بیشتر در تمرکز روی بدیل جویی داره. خب بدیل جویی یک بحث در جستجو کردن راههای بدیل که به یک بحث تکنیکی و فنی مطرح میشه جی هستند که ما بارها در رسانه گفتیم و برای حکومت هم که وقتی که شما میگین که ما الترناتیف هم میخواییم جستجو کنیم یا بدیل هم در بحث الترناتیف گرایی یا بدیل گرایی باز بحث اپورتونیتی کاست مطرح میشه که وقتی که ما یک بدیل هم میخواییم اگنور کنیم یا یک الترناتیف هم میخواییم اگنور کنیم و الترناتیف نو انتخاب کنیم چقدر اپورتونیتی کاست در الترناتیف نو داریم و چقدر اپورتونیتی کاست در الترناتیف سابقه داشتیم که های او کمتر است نسبت به الترناتیف نو ما یا او بیشتر است. این موضوعات مد نظر گرفته نمیشه، متاسفانه در تعاملات اقتصادی تصامیم سیاسی گرفته میشه و این تصامیم فقط به منظور از این گرفته میشه که یک فشار سیاسی را بتونیم با کوریدور کراچی وارد کنیم که بیشتر از این کوریدور کراچی لیمیتیشن در مقابل صادرات و واردات افغانستان وارد نکنه. ولی باز هم براتون میگم که تصامیم سیاسی در بس تعاملات اقتصادی تصامیم پایدار بودن نمیتونه. ما زمان وابستگی اقتصادی یعنی تصامیم حکومت افغانستان در بس اقتصاد تصامیم سیاسی میدونیم بدون شک همه تصامیم پایدار نیست. همه تصامیم سیاسی است و تصامیم سیاسی پایدار بوده نمیتونه.
زمان ما میتونیم که نتیجه پایدار به دست بیاریم که تصمیم اقتصادی بگیریم، سیاست اقتصادی طرح کنیم، برنامه را تکنیکی طرح کنیم و کاهش وابستگی اقتصادی افغانستان با هیچ رای بدیل مدیریت نمیشه بجز از اینکه بالای موضوع امضای توافقنامه چند توافقنامه همکاری میان ازبکستان افغانستان هم جزی از مسائل سیاسی شما میبینید؟ بدون شک ببینید، یکی از موادات توافقنامه استفاده خط آهن ازبکستان است که ما از این خط آهن استفاده کنیم، کالاها را به چین برسانیم. تقریبا یک سال یا دو سال قبل یکی از این ترن ها آمدن به افغانستان، دوباره خالی رفتن. یعنی قرار نبود که دوباره خالی بره، یا قرار نبود که به عنوان اولین عمل کرد از بندر چابهار بر ما گندم بیاید. ما توقع داشتم که به عنوان اولین عمل کرد صادرات افغانی را از بندر چابهار داشته باشیم. رای حل کاهش وابستگی صادرات افغانستان است. صادرات افغانستان سکتور صنعت و سکتور زراعت تقویه میکنند. دیگر رای حل نداریم. ولی در بس از اینکه ما از خطوط آهن ازبکستان استفاده کنیم، خب باز هم وابسته شدیم. سویچ برق ما پیش ازبکستان ماند تا زمانی که بخواد. و یک چیز فراموش نکنید که ازبکستان یکی از کشورهای است در آسیای مرکزی که بسیار قوانین استریک داره و انعطاف پذیری، میزان انعطاف پذیری ازبکستان در بس نگوشیشن و مذاکرات بسیار پایین است. چون یک کشور است با اقتصاد بسیار خوب، صادرکننده نفت است، صادرکننده پنبه است، صادرکننده گاز است و موقعیت استراتژیک در آسیای مرکزی داره. بنابراین یک مشابهت بسیار جالب ما با ازبکستانیا داریم. یک مشابهت دیگه، حدود 30 میلیون نفوس هر دو کشور داره. هم حدود کم و بیش 30 میلیون نفوس ما داریم و کم و بیش 30 میلیون نفوس ازبکستان داره. ولی یک چیز فرق بسیار بارز که بین ما است، اونا 17 میلیون قوای کار دارن، ما 8 میلیون قوای کار. اینا تمامش عناصر مزیت های نسبی هستند که وقتی که شما میخواین یک توافقنامه را به لحاظ اقتصادی و تجاری با یک کشور ملاحظه کنین، اینا قوت های شماست که باید مد نظر گرفته شوه و این قوت ها بیلانس میشه و به اساس بیلانس قوت ها شما میتونین که بازم در مرحله اکسچنج برین تبادله را انجام بدین. در بحث تجارت به نمایندگی از اتاق تجارت کی رفته و چی شده که در اتاق تجارت خوشبینی ایجاد شده؟ تشکر. سلام بر شما، به مهمانان عزیز و به همه بیننده عزیز. خوشبختانه حکومت فعلی افغانستان در اقدامات اقتصادی خود، مشخصا در سیاست‌های اقتصادی خود نسبت به حکومت‌های گذشته بسیار خوب روان هستند و حکومت افغانستان کوشش کرد که سیاست‌های خود منحصر به موضوعات اقتصادی بدهد تا از موضوعات اقتصادی استفاده کنند، رابط خوبتر سیاسی با کشورهای همسایه داشته باشند. با ما چیزی که مهم هست، ما قبلا وابسته با پاکستان بودیم، فعلا نیستیم. بعد خوشبختانه، یعنی از دید اتاق تجارت افغانستان اقدامات اقتصادی حکومت وحدت ملی نسبت به حکومت گذشته بهتر است؟ بدون شک یک تنها یک دستور. اما خود پسرلای چی شده که در اتاق تجارت خوشبینی ایجاد شده؟ شما چند پیش با دیدگاه خیلی بدبینانه برخورد میکردین با برنامه های اقتصادی موضوعات فرق ملی. موضوعات فرق میکنه. اگر بحث همکاری های اقتصادی باشه، نظرات ما فوق العاده خوب است و مثبت هست. اگر بحث امنیتی باشه، باز ما مشکلات خود بسیار زیاد داریم. اگر بحث تولیدات داخلی باشه، باز ما مشکلات خود داریم در افغانستان. ولی اگر بالای همکاری های اقتصادی صحبت میکنیم و بیرون کشیدن افغانستان از انحصار یک کشور، توان ما برای پس نمیشه مجموعه برنامه های اقتصادی حکومت بهتر باشه نسبت به میتونیم بگیم که حکومت افغانستان به طرف پیش روان هست، ولی با چالش های بسیار زیاد، مشکلات زیاد وجود داره در افغانستان، موانع بسیار زیاد وجود داره. همین موانع سبب میشه تا ما به سرعت نتونیم پیش بریم. موضوعات مختلف یا راههای مختلفی را که ایجاد کردن حکومت افغانستان از طریق هوا، ما فعلا صادرات داریم به کشور هند، موضوع چابهار، ایجاد راه آهن اقینه و اتامورات، رابط خوب با ازبکستان، رابط خوب با ترکمنستان. از یاد نبریم باید که در گذشته بعد از پاکستان دومین کشور ازبکستان بود که مشکلات ترانزیتی و تجارتی را بر ما ایجاد میکردن. ما نمیتونستیم کشمش خود از این طریق ترانزیت کنیم بر روسیه بفرستیم، ولی فعلا میتونیم. مشکلات ما روز به روز حل شده میره و با پاکستان هم تقریبا قبلا در سال گذشته چندین بار بندر تورخم و اسپین بولا که برای ما بسته کردن. با هزارهاتون میوجات ما بدبختانه در این طرف مرز مسدود شد، دهقین ما، باغداران ما متضرر شدن و فعلا در سال جاری ما شاهد بودیم که بدون که پاکستان 40% تعرفه را بلند بردن، دیگه مشکلات ایجاد نکرد، راه ها را برای ما بسته نکرد. فهمیدن که راه های مختلف برای ما باز است. ما میتونیم که از طریق هوا صادرات داشته باشیم به کشورهای هندوستان، ما میتونیم از طریق راه آهن به کشورهای آسیای میانه انتقالات داشته باشیم و به قسم راه های دیگری که موضوع چابهار هم تاثیرات خود داشت.
امی مدیریت موضوعات اقتصادی، فعالیت‌های اقتصادی نسبتاً بسیار خوب هست. در این بخش ما خوشبینی خود داریم. اگر باز بحث موضوعات امنیتی شود، طبعاً در اینجا ما مشکلات بسیار زیاد داریم. سرمایه گذاری در افغانستان با اساس نبود امنیت روز به روز کاهش پیدا میکنه. ولی اگر خوشبینی‌های منطقوی رو ببینیم، ثبات رابط سیاسی افغانستان با کشورهای آسیای میانه، آسیای جنوبی و تطبیق پروژه‌های بزرگ منطقوی، شما میگین که بس امنیت یک چالش است، هنوز هم بس سرمایه گذاری که امنیت مانعش است، هنوز هم یک چالش است. فکر نمیکنید چیزی که شما به عنوان خوشبینی مطرح میکنید در بخش همکاری‌های منطقه‌ای کلانترین صدمه را همین مسئله میرسونه که شما به عنوان نگرانی مطرح میکنید؟ ما باید باور هستیم که کشاندن منافع کشورهای منطقه به افغانستان در اینجا سبب میشه تا اوضاع امنیتی ما، سیاسی ما، اجتماعی ما خوبتر شود. به این معنا که پروژه تاپی اگر تطبیق شود، پروژه کاسای گزار اگر تطبیق شود، طبعا منافع پاکستان، منافع هندوستان، ترکمنستان، افغانستان در اینجا ایجاد میشه. کوشش میکنن که به خاطر تامین منافع خودم ارتباطات خوب با افغانستان داشته باشه، در تامین امنیت افغانستان با افغانستان کمک کنه. ما به اینی باور هستیم اگر آسیای میانه توسط افغانستان با آسیای جنوبی وصل شوه، همه قسم آسیای جنوبی با آسیای میانه وصل شوه، در اینجا افغانستان رول بسیار مهمی را ایفا میکنه. و می دلیل کشورهای منطقه کوشش میکنن که رابط خوبی با افغانستان داشته باشه، امنیت ما تامین شوه. بر ما اینی بسیار زیاد مهم است. درست است که فعلا مشکلات داریم، ولی بعض پروژه های بزرگ در حالت تطبیق است، بعضی ها یک اندازه تطبیق بازی نو آغاز میشن که تطبیق شون. امی تفاهم‌نامه که امضا میشه با آذربایجان و با ازبکستان و با سایر کشورهای دیگر، ای به این معناست که ایراده وجود داره و حکومت فعلی تلاش داره که افغانستان از لحاظ اقتصادی پیشرفت کنه، افغانستان کشور ترانزیتی باشه، افغانستان کشور صنعتی باشه. ولی گفته بشری صاحب که تا زمانی که در داخل به تولیدات داخلی بیشتر توجه صورت نگیره، باز هم ما یک اندازه مشکلات خود داشته باشیم. فعلا ما به این دلیل به حکومت و به این قراردادها و تفاهم‌نامه خوشبین هستیم که نه تنها واردات خوبتر میشه، بلکه صادرات ما هم خوبتر میشه، سرمایه گذاری های مشترک صورت میگیره. ما در بخش زراعت، در بخش انرژی، در بخش معدن، خب در بخش صادرات آقای بشری نقطه‌ای داشتن. در سال های من شما مقایسه هایی میگم، در سال گذشته صادرات ما کم بود، امسال بیشتر هست. در سال گذشته تولیدات ما بسیار کم بود، امسال خوبتر شده. ما توقع داریم در سال آینده از این که خوبتر شده. ما قبلا 5% صادرات داشتیم، 95% واردات داشتیم. در سال گذشته ما 10% صادرات داشتیم. امسال توقع داریم که حداقل 15% ما صادرات داشته باشیم. اگه می خواستیم پیش بریم، یعنی به طرف پیشرفت روان هستیم. ولی باز هم گفتم که مشکلات وجود داره، باید مشکلات و موانع رفع شود. درست است که بحث امضای 20 توافقنامه همکاری میان افغانستان و ازبکستان و اقداماتی که در برخی از کشورهای دیگر حکومت وحدت ملی انجام داده قابل ستایش است، اما بحث بدیلگرایی که از نگرانی های جدی است، آقای بشری هم نقد بری وارد کرد. فکر نمیکنید که این راه هم راه درستی نیست که حکومت افغانستان بیشتر روی از او تمرکز کرده؟ نکته اولی است که سفری که انجام شده دیروز به ازبکستان و سفرهای قبلی رئیس کشورهای آسیای مرکزی یا هر سفر دیگه ای در منطقه ما رویکرد سیاسی نداره. حکومت وحدت ملی بسیار صریح اعلان کرده که سیاست خارجیش سیاست مبتنی بر اقتصاد است، اقتصاد محور. ما باور داریم، اونطور که آقای سلیم به خوبی اشاره کرد، روابط کشورهای مختلف منطقه را از طریق منافع از اونا در افغانستان گیره بزنیم، ما ظرفیت داریم و به همین دلیل کوشش میکنیم که از طریق جلب نظر از اونا منافعشون در افغانستان در نظر بگیریم، به گونه ای که منافع ما تامین شه، منافع اونا در منطقه تامین شه و یک همکاری به وجود بیاید. نکته دیگه ای است که برای رشد اقتصادی ما نیاز به همکاری های منطقوی داریم، باید روابط خوب داشته باشیم. شما وقتی میتونید صنعتتون رشد بکنه، صادراتتون رشد بکنه که روابط خوب داشته باشید، صادر بکنید به کشورهای همسایه یا از طریق کشورهای همسایه به کشورهای بعدی که مقصدتان هست، اگر روابط خوب نداشته باشید شما نمیتونید محصولات صادر بکنید. ما با ازبکستان تا 2 سال پیش مشکل داشتیم، نمیتونستیم از طریق راه آهن صادرات داشته باشیم به روسیه و جای دیگه. از طریق کشتی باید بارگیری میکنیم که آقای پسرله در جوریان چقدر برای ما هزینه سنگین به جا میگذاشت. اما امروز توافق امضا شده که ما از طریق ازبکستان از خط آهن استفاده بکنیم، به هر کشور دیگه در آسیای مرکزی معمولای خود ببریم. خب در بخش صادرات نقد وارد شد که ما بیشتر تمرکز روی واردات داریم، اما در بخش صادرات گفتن صادرات که خط آهن آمد اما دوباره خالی رفت. صادرات خب باوزه برای که اون زمان ما موافقت نامه نداشتیم، روابط سیاسی خیلی خوب نبود، حالا موافقت نامه داریم، روابط سیاسی خوب شده، امروز به ما اجازه دادن رسما که از این بعد استفاده بکنیم.
صادرات کی خوب میشه؟ صادرات زمان خوب میشه که شما از ظرفیت ها، توانایی ها و امکانات تکنیکی فیزیکی که در کشورهای منطقه ما وجود داره از اینا استفاده کنیم، بیارین در داخل برای بهترسازی امکانات و تولیدات داخل زون استفاده بکنیم. ما نمیتونیم بالبداهت داخل یک چیزی رو شروع کنیم با دست خالی. ما نیاز داریم از تجربه علمی منطقه استفاده کنیم، از امکانات تکنیکی منطقه استفاده بکنیم، از سرمایه گذاری های مشترک استفاده بکنیم. این نیاز به همکاری منطقه‌ای داره که یک نمونهش اینمی روابط ما با ترکمنستان، روابط ما با آذربایجان، روابط ما با ازبکستان است. مسئله دیگه، در کل دنیا ثابت شده که همگرایی منطقه‌ای مهمترین عامل رشد توسعه اقتصادی و مبارزه با فقر است. سازمان‌هایی مثل آسیان، اپک، اوپک، شانگهای مثلا سازمان سارک، اکو چرا به وجود آمده؟ به خاطر که کشورهای منطقه رابطش خوب شده تا اینا بتونن به صورت مشترک پروژه‌های مشترک کار بکنن، از منافع مشترک استفاده بکنن، از ظرفیت‌های مشترک اقتصادی با هم دیگه استفاده بکنه که بر همه سود عایدش به همه برسن. مسئله دیگه ای است که کشورهای پس از جنگ نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارن. ما نیاز داریم که کشورهای منطقه به ما اعتماد کنن، روابط ما با اونا خوب باشن تا شرکت‌های منطقه‌ای ما که توان سرمایه گذاری میلیارد دلاری رو دارن به افغانستان بیا سرمایه‌گذاری کنن، از امکانات ما استفاده بکنه، به خاطر که امکانات داخل افغانستان نیست. و امروز شرکت‌های ازبکستانی دارن آفر دادن برای سرمایه‌گذاری میلیاردها دلار به افغانستان و داره بررسی میشه. آقای بشیر یک نکته خوب اشاره کرد، مثلا ما چرا برق میاریم از اونجا. سازمان‌های بین‌المللی، پولی مالی بین‌المللی، از جمله بانک آسیایی تمایل داره پروژه ها رو موقتا سرمایه گذاری بکنه، چون اگر ما نتونیم برق فراهم بکنیم صنعت داخلی چطور رشد میکنه؟ وقتی شما یک بند آب جور کنین که از اون برق بگیرین و حداقل 5 تا 7 تا 10 سال نیاز داره که بند ساخته شه، تا 10 سال شما چیکار میکنین؟ برق از کجا تامین میکنین؟ بنابراین ما نیاز داریم که فعلا انرژی خود رو از منطقه، از کشورهای نزدیک ما، از کشورهای همسایه تامین بکنیم. و در کنار از شما در جریان که افغانستان 32 تا بند آبی با تعداد بیش از 5000 مگاوات برق روی دست داره که هر کدومش 2 سال بعد 3 سال تا 7 سال آینده اینا نتیجه میدن و کارش تکمیل میشه. بنابراین تا اون زمان ما نیاز داریم که انرژی ها رو استفاده بکنیم. مسئله دیگه ای است که ما در افغانستان علاوه بر فرصت هایی که کشورهای منطقه ما بهش نیاز دارن، تهدیداتی داریم که اونا بدون همکاری منطقه ای امکان پذیر نیست. مثلا خب در بحث همکاری منطقه درست است، شما گفتین که برخی از کشورهای شرکت های ازبکستانی آفر داده به خاطر سرمایه گذاری در افغانستان، در حالی که اگر شما به وضعیت افغانستان توجه بکنین، بحث فرار سرمایه را سال 2014 تا کنون مورد توجه قرار بدین و معضلاتی که فرارهای سرمایه گذاری در افغانستان روبرو است، چگونه به خوشبینی هستین که پس از امضای توافقنامه ها زمینه سرمایه گذاری شرکت های ازبکستانی در افغانستان فراهم شود، در حالی که برخی از کشورهای دیگر فرار کرده؟ در سال گذشته بیش از 2.5 میلیارد دلار در افغانستان سرمایه گذاری شده و بخش زیادی از اون از شرکت های خارجی است. در حال حاضر درخواست های بسیار کلان شرکت های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ما در افغانستان است که را بررسی میشن، امکان سنجی میشن، بررسی میشن که سودش منابع افغانستان است یا نه. اتفاقا شرکت های کلان، مسئله دیگه ای است که شما حتما شنیدین که رئیس جمهور در آذربایجان هم مطرح کرد و تازگی هم سخنرانیش با دیدار اعضای پارلمان گفت از این به بعد سرمایه گذاری های خارجی در اونجا سرمایه ما بیمه میکنیم در افغانستان. هر شرکتی که می یک تشویق کلان است، قوانین و مقررات داریم به گونه آماده میکنیم که روند جذب اداریشون بسیار سریع و زود انجام بگیره. استراتژی صادرات افغانستان، استراتژی تجارت افغانستان و تسهیلات تجارتی افغانستان، اینا در واقع داره تدوین شدن. افغانستان در سال 2017 در بین 190 کشور در بسیار از موارد سرمایه گذاری در 120 در 100 در 99 بوده، مثلا از جمله در قرضدهی و روند پروسها. با وجود همه اینا نکته ها وجود داره، بله ما در بسیار از موارد متاسفانه با مشکلات بسیار سختی در داخل رو به گریبان هستیم. یک مسئله فساد اداری است که جلو سرمایه گذارهای ما رو گرفتن و با کندی مواجه ساخته. مسئله ناامنی ها هست که باز برای سرمایه گذاری ما وجود داره، اما برنامه های زیاد وجود داره که نارم شالو بزودی مهار بکنه. در کنار از اون نیروی انسانی غیر متخصص هست که مانع رشد تولیدات داخلی ما میشه، مانع تجارت میشه. سنتی بودن تجارت در کشور ما خودش یک مسئله هست که باز مانع رشد رونق اقتصادی میشه. اصل مسئله ای است که مجموعه تلاش های حکومت هم در داخل وجود داره که بهبود وضعیت داخلی در اقتصاد داخلی بهبود به وجود بیارن و هم در روابط منطقه‌ای ما بهبود به وجود بیارن. یعنی فکر میکنین بهبود به وجود آمده باشه؟ اینا دقیقاً آغاز حکومت وحدت ملی اینا دقیقاً دو بال هم دیگه است. اگه ما روابط منطقه‌ای خوب نداشته باشیم نمیتونیم دو چهار رشد اقتصادی در داخل افغانستان. شما اشاره کردین که سیاست حکومت وحدت ملی سیاست اقتصاد محور است. بله. اگر سیاست اقتصاد محور است، پس از 3 سال، بیشتر از 3 سال از گذشت از عمر حکومت وحدت ملی، چرا ما هنوز هم با کلانترین چالش‌های اقتصادی روبرو هستیم؟ چند نکته مهم است. یک نکته ای است که ما در افغانستان با جنگ تحمیلی
درگیر هستیم. متاسفانه جنگ به ما تحمیل شدن از ناحیه کشورهای خارجی، مشخصا پاکستان، و از طرف دیگه بیش از 20 گروه توریستی در افغانستان فعالیت میکنه و جنگ داره که افغانستان رو به مرکزی و پایگاه خودشان تبدیل بکنه تا اهداف بعدی خودشان تعقیب بکنه. پس بنابراین ما بیشتر انرژی و توان ما مصرف جنگ شده متاسفانه، و بیشتر مصارفات مالی ما مصرف جنگ داره میشن. مسئله دیگه است که ما درگیر فساد هستیم، باید فساد اول از بین برن تا وضعیت اقتصادی بهبود پیدا بکنن. و از همه مهمتری است که شما میدونید که تعداد زیاد نیروهای خارجی از افغانستان خارج شد، بیش از 100,000، و اقتصاد در واقع افت کرد. کمک‌های خارجی از 15 میلیارد دلار سالانه به 7.5 میلیارد دلار افت پیدا کرد، و وضعیت روانی در افغانستان به شدت آسیب دید. ما در یک مرز جنگ روانی بسیار گسترده قرار گرفتیم. با وجود همه، یعنی در واقع شما سال 2015 رو ببینید، رشد اقتصادی افغانستان کمتر از 1% شد و بیمی رکودش وجود داشت. اما امروز وضعیت در کجاست؟ سال 2016 ما 2.2% رشد اقتصادی داشتیم، در 2017 2.6%، در سال 1399 پیش بینی میشه که ما نزدیک به 7% رشد اقتصادی داریم. IMF پیش بینی کردن، و در کنار از او بهبودی وضعیت در بخش‌های دیگه استراتژی مبارزه با فسادداری تدوین شده. انشاءالله به زودی نتایج خواهد دیدیم. در بخش‌های امنیتی استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا که اعلان شده به همکاری امنیتی در داخل افغانستان، ما شاهد بهبودی وضعیت در امنیتی در افغانستان خواهیم بود. و از طریق پروسه‌های اداری که در بخش سرمایه‌گذاری و اقتصاد وجود داره، ما به شدت در تلاش هستیم که انشاءالله رشد اقتصادی داشته باشیم. و نکته دیگه ای است که چرا در دو سه سال گذشته رشد اقتصادی ما کند بوده یا مشکل داشته، علاوه بر جنگ، یک مسئله خوش‌سالی‌ها بوده، یک مسئله رشد جمعیت است. ما رشد جمعیت ما بیش از رشد جی دی پی ماست. بنابراین به صورت طبیعی متاسفانه فقر هم خودش گسترش پیدا کرده، ولی مجموع تلاش ها ادامه دارن. ما انشاءالله به زودی شاهد بهبود وضعیت خواهیم. سپاس. آقای بشیری، نقد هایی که شما وارد کردین، آقای دانش به او پرداخت. یک مسئله که شما گفتین که از موضوعات اقتصادی بیشتر تصامیم سیاسی گرفتمش در مسئله اقتصادی، اما آقای دانش با وضاحت گفت که سیاست حکومت وحدت ملی سیاست اقتصاد محور است. اول خو ما در شروع صحبت ها خدمتتان عرض کردم که ایجاد روابط گسترده به نفع ما است، و روابط یک عامل استراتژیک در توسعه پایدار امروز شناخته شده. ما مخالف از اون نیستم، او را تایید کردم در شروع صحبت ها. دوم، من نگفتم که ما برق از ازبکستان نگیریم. ازبکستان در تولید برق مزیت داره، ما باید برق از او بگیریم، ولی آنچه که ما مزیت داریم باید او را به ازبکستان صادر کنیم. این را میگن یک تعامل اقتصادی. او را هم گفت که توافقنامه نبود میان دو کشور، و بعد از این کار هم صورت میگیره. من فکر میکنم که اگر توافقنامه بوده یا نبوده، ولی باز هم براتان تکرار میگم که ازبکستان کشوری است که قوانین بسیار استریکت داره، اقتصاد متمرکز داره، هنوز هم بسیار زیاد اوپن نکرده و اقتصاد خود، ولی آنچه که علاقمندش ساخته که در این اواخر با افغانستان روابط داشته باشه و 20 توافقنامه را به امضا برسانه، تحلیل، بررسی و ارزیابی تقاضای کالاهایشان در بازار جنوب آسیا است. فعلا ازبکستان به دو کشور آسیای جنوبی صادرات داره، با بنگلادش 7% صادرات داره و با افغانستان 5% صادرات، ولی تقاضای بالقوا در بازارهای هند و پاکستان هم وجود داره برای کالاهای به ویژه ازبکستان و آسیای مرکزی. بنان اینا علاقمند هستند که کالاهایشان به آسیای جنوبی صادر کنند، ولی هانچی که افغانستان باز هم پایش هم میکشانه به میز، شما این اطمینان داشته باشین که هیچ یک فرد ازبکستان نه علاقمند ما هستند نه علاقمند خاک ما هستند. یعنی شما میگین از همکاری دو جانبه که شکل گرفته بیشتر ازبکستان بیشتر استفاده خواهد کرد نه افغانستان؟ نه، یگانه چیزی که باعث از این میشه بحث مزیت است. اگر شما در چندین مورد ازبکستان شاهد مزیت داشتنش داشته باشید، مثلا در تولید برق مزیت داره، در بس از موارد دیگه مزیت داره، در این حتی مزیت داره که میلیارد دلاری بیایه سرمایه گذار ازبکی در افغانستان سرمایه گذاری کنه، ما هم الحمدلله نظر به موقعیت جیو اکانومیک افغانستان یا موقعیت استراتژیک و اساس افغانستان یه نسبت به ازبکستان مزیت داریم، و این مزیت باعث شده که 20 توافقنامه امضا شوه. چرا قبل از این 20 توافقنامه در بخش امضای توافقنامه ها ما در گذشته هم مشکل نداشتیم، با کشورهای جهان هم، با برخی کشورهای منطقه هم توافقنامه داشتیم، اما آنچه که آقای دانش به عنوان علاقمندی برخی شرکت های بزرگ ازبکستانی در مسئله سرمایه‌گذاری در افغانستان مطرح کردن، فکر میکنید که وضعیت فعلی زمینه ازیره فراهم بکنه تا کشورهای شرکت های کلان ازبکستانی بیا و سرمایه‌گذاری بکنه در افغانستان؟ من چنین فکر نمیکنم. آقای پسرلی برمایندگی از سکتور خصوصی خوشبین بودند،
بعض موارده که حرف دارن او را برملا کردن، ولی در بعض موارد خوشبینی خودم. ولی ما اگر از آدرس سکتور خصوصی بدون شک که شورای عالی صنایع معدن و سرمایه گذاری افغانستان در اواخر تاسیس شده صحبت کنم، ما در هیچ مورد خوشبین بوده نمیتونیم. وقتی که یک سرمایه گذار ازبکستانی میخواد که در افغانستان سرمایه گذاری کنه، بازمی توافقنامه که با رئیس جمهور ما امضا شده این اول میمانه کنار، میره به گزارش بانک جهانی و گزارش بانک جهانی را در رابطه با فراهم بودن بستر سرمایه گذاری در کشورها مطالعه میکنه که متاسفانه افغانستان اما سهولت هایی را که گفت حکومت وحدت ملی تازه روی دست گرفته در بخش بیمه و برخی آسان ساختن برخی قوانین آقای دانش روی ازو اشاره کرد. در سال 2016 ما جایگاه 163 ما داشتیم از بین 190 کشور. گزارش بانک جهانی است در بین 190 کشوری که بسترهای مسئول را برای سرمایه گذاری ایجاد کردند. اگر بستر در افغانستان وجود داره، مثلا بحث بیمه را مطرح کردن یا کدام موضوع دیگر، اینا ده معیار مد نظر میگیرند بانک جهانی و به اساس همین ده معیار کشورها را رنکینگ میکنند که کدام کشور بیشتر به سرمایه گذار خارجی مساعد یعنی است. یعنی شما میگین که اگر تاجر ازبکستانی بخواهد سرمایه گذاری بکنه و به گزارش بانک جهانی مراجعه بکنه، پس مسئله حل میشه برای زوا و بس بدون شک بیلانس تادیات کشور ما را مطالعه میکنن، الستیسیتی بازار ما را مطالعه میکنن، ارتجاعیت بازار ما را مطالعه میکنن، سیاست های مالی و پولی ما را مطالعه میکنن که سیاست ها چقدر سرمایه گذار حمایت میکنن، بسترهای مسئول ما را مطالعه میکنن، گزارش بانک جهانی را مطالعه میکنن. کشورهایی که در بخش نت کپیتال اکسپورت تجربه داره، مثل چین که بیشترین میزان سرمایه گذاری ها را در سطح جهان داره، با اونا تجارب خود شریک میسازن. یعنی با این توافقنامه ها اگر بس تکنیکی است، خب به می شکل یک سرمایه گذار باید سرمایه گذاری کنه. اگر باز به شکل حسن نیت سرمایه گذار تاجک میایج سرمایه گذاری میکنه، باز هم ما استقبال میکنیم و یه عمل کرد حکومت وحدت ملی میتونه که استراتژیک باشه، درج تاریخ افغانستان باشه. ما یک شهروند هستم، مستقیم ما اپوزیسیون دولت نیستم، ولی خانه های خالی را بیان میکنم. درج تاریخ افغانستان میشه، ولی باز هم وقتی سرمایه گذار ازبک میاد، در کجا سرمایه گذاری کنه که برای ما پایدار باشه، استراتژیک باشه و دراز مدت باشه. این سکتورها مشخص شوه، استراتژی ملی انکشافی افغانستان چقدر کارا هست، چقدر خطوط اساسی اقتصادی افغانستان تعریف کرده که یک سرمایه گذار که میه رای خدا گم نکنه، برش خط معلوم باشه که در این خط سرمایه گذاری کنه و در او خط سرمایه گذاری کنه که مزیت بر از سرمایه گذارام داشته باشه بر امام و بتونه هم سرمایه گذاری از رقابت کنه در سطح منطقه و جهان. بنان یک سرمایه گذار خو مانند ملل متحد خو کمک های بلای وزن نمیکنه، سرمایه گذاری میکنه که با وام یک انترست بدست بیاره یا سود بدست بیاره. خوشبختانه افغانستان ظرفیت های بسیار بالقوا برای جلب سرمایه گذاری به لحاظ طبیعی و جغرافیایی داره، سکتورهای بسیار بالقوه با پتانسیل بالا داریم که ما میتونیم سرمایه گذار خارجی را جلب کنیم، سرمایه گذارهای میلیارد دلاری را میتونیم که جلب کنیم که متاسفانه در یک و نیم دهه نتونستیم. ولی یگانه چیزی که ما را تا امروز سفر کرده و رنج داده و مانع کار ما شده، بحث شما بس یک و نیم دهه را مطرح کنیم، در حالی که آقای دانش گفت که ما در سال گذشته چند فیصد، آقای دانش چند درصد سرمایه گذاری داشتیم؟ گفتیم 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری. در کدام سکتور؟ در سکتور بیشتر سکتور انرژی و تولیدات. عرض ما این هستند که 2.5 میلیارد دلار در سال گذشته سرمایه گذاری شده، یک سال تکمیل شده. تأثیر این سرمایه گذاری ها بالای جی دی پی محاسبه میشه، تأثیر این سرمایه گذاری ها بالای نرخ بیکاری محاسبه میشه، تأثیر این سرمایه گذاری ها بالای کاهش فقر محاسبه میشه، تأثیر این سرمایه گذاری بالای نرخ تورم محاسبه میشه. خب این محاسبات است که ثابت میکنه 2.5 میلیارد و این 2.5 میلیارد اگر در سکتور تولید سرمایه گذاری شده، امروز سکتور صنعت افغانستان، ما از آدرس شورای عالی صنایع اگر خدمت شما عرض کنم، در عوامل تولید مشکل دارن، در زمین مشکل دارن، در برق مشکل دارن، با سیستم مالیاتی مشکل دارن، با سیستم بیمه مشکل دارن، سایر مشکلات دارن، ولی میپذیریم، همه این مشکلات را میپذیریم. میخواهیم که در کنار دولت خود باشیم، در کنار دولت خود برنامه را طرح میکنیم، استراتژی را طرح میکنیم، نیاز صنعت افغانستان را سیستماتیک اولویت بندی میکنیم، با دولت میتیم که دولت با ما همکاری کنه در قسمت حل ازی. مخالف و یا در راستای تخریب دولت، سکتور خصوصی یا ما یا هیچ کدام ما نیستیم، فقط خانه خالی را بیان میکنیم، مشکل توگی در حل کنیم، سکتور با دولت. تشکر. شما خوشبینی مطرح کردین در مورد از این که کلانترین چالش ها را با کشور ازبکستان داشتین در بخش واردات و صادرات، بعد از این توافقنامه های حل خواهد شد.
اول خب بفرمایید که اتاقای تجارت افغانستان و تاجرای افغانستان در کدام بخش مثلا داد و ستد داره با کشور ازبکستان و چی سهولت برای پس از امضای این تفاهم نامه ها به پیش خواهد آمد؟ چند چیز مهم است. بشیر صاحب گفتن که اگر بابا نمایندگی سکتور خصوصی صحبت کنم به تمام آنها رضایت ندارم، در تمام آبهات رضایت ندارم. خب ما کوشش میکنم ما هم از سکتور خصوصی نمایندگی ما کوشش میکنم که یک چیز با شما صادقانه بگم. برای نمایندگی اگر ارگان وقت صحبت میکنم موضوعات شخصی را یک طرف وارم، حقایق چیزی که از او را ما باید بیان کنم. حقیقت همی است که در داخل ما مشکلات خود داریم، ناامنی هست، در گمرکات مشکلات هست، در بنادر مشکلات هست. این هم حقیقت هست که ما قبلا با ازبکستان رابطه خراب داشتیم و فعلا رابطه خوبتری داریم. اگر موضوع اهمیت در اینجا مطرح باشه، از لحاظ تجارت ممکن که ازبکستان به افغانستان زیاد اهمیت نداشته باشه، ولی از لحاظ ترانزیت اهمیت خاصی داره به افغانستان. ما با جایگاه و با موقعیت استراتژیک ازبکستان سخت ضرورت داریم. من مثال کشمش برای شما زدم. کشمش ما قبلا با مشکلات روبرو بود، نمیتونستیم با روسیه صادر کنیم و با امضای تفاهمنامه و در این اواخر با صورت ها در نظر گرفته شده. از لحاظ ترانزیت شما گفتید، از لحاظ ترانزیت مثلا ما پیش از آمدن حکومت وحدت ملی بیشترین وابستگی ما با پاکستان بود. پس از امضای توافقنامه ها ما را چقدر میتونه از وابستگی به پاکستان ها بیشتر مهم است؟ ما از وابستگی پاکستان اساسا برآمدیم، بخی دلارت بیرون هستیم، تقریبا راههای مختلف داریم، ما میتونیم که ارتباطات داشته باشیم. ما حجم تجارت با پاکستان را بر شما میگم، 5 سال گذشته در حدود 2 میلیارد دلار بود، حال تقریبا کمتر از 1 میلیارد دلار هست، روز به روز کمتر شد. با ایران رابطه ما خوب شد، با قزاقستان خوب شد، با ازبکستان خوب شد، با ترکمنستان خوب شد و همه قسم با قرغیزستان و با چین و با روسیه، ترکیه و سایر کشورهای دیگر رابطه ما در حالت گسترش است. توسط راهی آهن ما وصل شدیم به بعضی کشورها. وقتی اینی پیشرفت‌ها را می‌بینیم، در این بخش باز ما رسالت خود را می‌بینیم در مقابل حکومت که می‌گیم همکار حکومت هستیم در موضوعات اقتصادی که در این بخش کار شده. مثلا ایجاد مرکز آسان خدمت در افغانستان یک کار بسیار خوب است. ایجاد مرکز واحد جوازدهی که جوازهای متعدد از بین رفت یک مرکز ایجاد شد، یک کار بسیار خوب بود. ولی باز هم برق نداریم، برق مشکل بسیار جدی است. در مالیات گفتن که مشکلات خود داریم، ما در بخش بیمه مشکلات داریم، ولی در بخش ترانزیت راههای متعدد که ما بتوانیم از مواقع استراتژیک ازبکستان استفاده کنیم، اموال خود را به کشورهای آسیای میانه بفرستیم و از طرف واردات داشته باشیم و ازبکستان سبب شود که افغانستان به یک شهرها تبدیل شود، بتوانه با از طریق افغانستان به کشورهای آسیای جنوبی انتقالات داشته باشه، این به نفع افغانستان است. ما میتوانیم که از حق ترانزیت خود استفاده کنیم، عواید بسیار خوب داشته باشیم، مشکلات ما حل شود. در این بخش مشکل ما باز یک اندازه حل میشه و باز هم ایران بر شما میگم که بعد از توافقنامه این بسیار مهم است که برنامه ها مدیریت شود. خوشبینی ما به این است که رابط ایجاد شده، در حالت بهبود هست و بعد از این توافقنامه مدیریت برنامه و جنبی عملی بودن این برنامه هست و توافقنامه هست که چقدر عملی می باشه. اگر عملی نبود بازم تلویزیون شما در خدمت است انشاءالله که از این طریق آواز خود را بلند میکنیم. در هر جایی که دیدیم در حکومت ناقص بود، مشکل بود، ما آواز خود را بلند کردیم، ولی بعضی کارهای خوبی که انجام میتن ما مسئولیت داریم که حداقل از حکومت خود حمایت کنیم، نظرات مثبت خود با مردم شریک کنیم، با مردم امید بدیم. در کل میتونیم بگم که ما با از ازبکستان انرژی را به افغانستان میتونیم وارد کنیم و در مقابل صادرات داشته باشیم. چیزایی که ما در افغانستان داریم، میوه خشک است، میوه تازه است، قالین است، صنایع دستی، همین چیزایی که ما تولید میکنیم، سنگای قیمتی، نیمه قیمتی را میتونیم صادر کنیم، از طرف واردات هم داشته باشیم. تشکر. با آنکه خوشبینی ها در مورد اقدامات اقتصادی افغانستان در سطح منطقه مطرح است، آیا حکومت وحدت ملی خواهد توانست که از فضای پیش آمده به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی و مدیریت قضایای سیاسی از طریق برنامه‌های سیاسی به نفع افغانستان استفاده بکنه؟ به عنوان پرسش آخر و جنبندی از سرسی میمونم میپرسم. آقای دانش بفرمایید شما. ببینین، ما برای رشد اقتصادی در داخل افغانستان علاوه بر اینکه باید پول و سرمایه و امکانات بیاریم، دانش تولید باید بیاریم. ما یک کشور جنگ زده هستیم که متاسفانه از تحصیل، از یادگیری فنون مورد نیاز اقتصادی در بخش تولید به خصوص بسیار پس ماندیم. در بخش زراعت کشورهای منطقه ما هر کدومش یک ظرفیت دارن، مخصوصا که دانش تکنیکی و تکنولوژی های بسیار خوب، ابزار و آلات دارن، ما اونا رو باید بکشونیم در داخل افغانستان بیاریم. اینجا نیروی کار ارزان و فراوان وجود دارن، مواد خام فراوان و ارزان وجود داره، زمینه سرمایه گذاری، اما
خوب است که اونا بیان با پول سرمایهشان، با امکانات فنیشون، با دانش تکنیکیشون با ما کمک بکنن محصولات داخل افغانستان تولید بکنیم، به عنوان یک تولید مشترک از امتیازات گمرکی که افغانستان داره اونا صادر بکنیم. نکته دیگه ای است که رشد همکاری های افغانستان با تمام کشورهای منطقه در حال افزایش است و و مشخص پاسختون در مورد پرسش که آیا فضای موجود به نفع افغانستان مدیریت خواهد شد؟ بله، در واقع هدفمندانه داره انجام میشن. هر رابطه‌ای که ما با هر کشوری که داریم در واقع مخالف با یک کشور دیگه نیست، مجربتنش نخواهد شد. افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگه رابطه بسیار حسنه و خوب با کشورهای منطقه داره. و یک نکته دیگر من اشاره میکنم که استراتژی ایالات متحده آمریکا که با مشاوره و همکاری متقابل حکومت افغانستان تدوین شدن، زمینه تشویق سرمایه گذاران کشورهای هم منطقه‌ای ما، فرامنطقه‌ای ما رو در افغانستان فراهم ساخته، یک ظرفیت بسیار کلان در بخش خصوصی ما برای همکاری با سرمایه گذارانی که متمایل هست ان شاءالله یک در واقع آمادگی داشته باشن و ما ان شاءالله بسیار زود در بخش اقتصادی روش خواهیم. سپاسگزارم. آقای بشیری بفرمایید کوتاه. تشکر. ببینید سکتور خصوصی افغانستان، سکتور عامه یا پبلیک افغانستان، جمع دولت افغانستانی سه سکتور است که اقتصاد بازار را تشکیل می‌دهد. این اقتصاد بازار مسئولیت کلی دولت نیست. در اقتصاد بازار هم سکتور خصوصی مسئولیت دارد، هم سکتور پبلیک. هر سه متحد هستند به منظور رفاه افغانستان، توسعه افغانستان و صلح پایدار در افغانستان. و اگر این تعهد صادقانه باشد، بدون شک ما به آرمان‌ها و ویژن‌های خود می‌رسیم. و یک چیز می‌خواهیم که خدمت شما عرض کنم که سکتور خصوصی افغانستان واقعا صادقانه هم تعهد داره، هم با دولت میخواهد که گام به گام، دوش به دوش در تعاملات اقتصادی عمل کنه، جای کار بر مردم افغانستان ایجاد کنه. ولی یک چیز مهم است، اجازه بدین، یک چیز مهم است که سیاست های دولت نباید سلیقه‌ای باشه، سیاست های دولت ملی باشه، سیاست های دولت باید اقتصادی باشه. در این قسمت میتونه که امی اتحاد سکتور خصوصی را دلسرد نسازه و با خود داشته باشه و با یارمان برسه. سپاسگزارم. بخوای پسر لای کوتاه فرمایید. سیاست های داخلی افغانستان اگر با سیاست های خارجی مطابقت داشته باشه و در سطح منطقه توازن روابط ایجاد شوه، همه توازن نگاه شوه، ممکن است که روابط ما خوبتر شوه، اقتصاد ما بهبود پیدا کنه. اگر سیاست های داخلی با سیاست های خارجی ما مطابقت نداشته باشه و اوضاع در داخل خوب نباشه و در بیرون چق آنقدر خوب باشیم، ممکن که خوشبینی بسیار کم باشه. ما در داخل به تولیدات بیشتر ضرورت داریم و توجه حکومت برای رشد تولیدات خواهان هستیم. سپاسگزارم آقایان پسر لای دانش و بشیری از حضورتان در برنامه بازنگاه امشب و شما هم تشکر می‌کنم از این بحث با ما تا کنون سیمانا دنبال کردید. تا برنامه بعد خدا نگهدار.